در کمال ناباوری بایدن 81 ساله شد میگم در کمال ناباوری چون خوشبین ترین ها هم حتی فکر نمی کردن که با این حال و هر بتونه سربالایی تا 81 سالگی بکشونه حالا این 81 ساله شدنش یه طرف از اون طرف خیلی دوست داشتن اگه مثل ایران بود میتونستن به نشناسته به کوچیکتر براش بگیرن رو که تولدش عدد نزنن یه جوری ذهن مردم منحرف کنن بگن سنش کمتره وضعیت سن بایدن یه دردسر بسیار جالبی شده توجیهات هم که براش میارن معمولا خیلی خنده به اون میپردازیم جزء اتفاقات جالب برای همین سند باید اینه که پزشک سابق کاخ سفید کسی که پزشک اوباما هم بوده حتی اعلام کرده گفته آقا توانایی ادامه نداره خیال شید بهش بگید نصیحتش کنید بگید برای دور بعد خوش و کاندید نکنه در تمام این اتفاقاتی که همش هوش عید شکرگزاری یا تنگسکیوینگ هم افتاده در حالی که بایدن مشغول اف کردن اون بوغلمانی بوده که نمادی نرسا برای رئیس شمول میارن تا اونا رو اف کنه وسطش یه ها نمیدونم چی تو ذهنش صدای ماشین بستنی فروشی میده چیه که ول میکنه میره در همون حین پرزیدنت ترامپ در تگزاس در حال پخش کردن غذا به این سرباز ها بوده و اتفاق جالبی هم که اونجا میفته اندورس یا حمایت بیدریق فرماندار تگزاس از پرزیدنت ترامپ برای انتخابات 2024 که اونم بسیار بسیار جالبه اخبار آمریکا چند وقت نداشتیم این ویدیو رو تا انتها بیننده باشید اتفاق جالبی داره دور درود ادب دارم فراد متقیم ج اخبار خاموشه و در این کانال سعی میکنم اخباری برای شما بیارم که معمولا جای دیگه پوشش نمیدن ممنون میشم اگر سابسکرایب کنید و لطف میکنید اگر لایک بزنید تا در فضای مجازی به فارسی زبانان بیشتر این ویدیو پیشنهاد بشه اما بریم سراغ فرماندار تگزاس اول آقای گریگ ابوت فرماندار تگزاس که جمهوری خواهمت روز یک شنبه در پستی در شبکهای اجتماعی اعلام کرد که مفتخره که از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برای نامزدی ریاست جمهوری 2024 حمایت میکنه آقای ابوت در پستی در ایکس گفته امروز مفتخرم که از دونالد جی ترامپ برای ریاست جمهوری حمایت میکنم و گفت اکنون بیش از هر زمان دیگری آمریکا به رئیس جمهور نیاز داره رئیس جمهوری در حقیقت نیاز داره که امنیت مرزها رو حفظ کنه و امنیت ملی رو در اولویت قرار بده پرزیدنت ترامپ گزینه روشنی برای انجام این کار هستش میدونید که تگزاس و های مرزی بیشترین فشار بابت اومدن این پناهجوها و پناهنده ها از کشورهای مختلفشون بیشترین فشار وارد میشه و قدر اون روزهای طلایی که رکورد تاریخ ایالات متحده رو زده بودن در یک سال کلا عددی که اومد بسیار بسیار پایین و محدود بود خطرناکشون که واقعا در سال آخر که پرزنترا بود پنج نفر بودن الان که 190 خورده ای آدم اومده که اصلا نمیدونن کجا هست و اضافه کرد اگر می توانستید به چهار سال قبل برگردید در این لحظه و سنی که در آن قرار دارید و در چنین های شرکت می کنید امترین مرس ها رو اون موقع داشتیم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا روز یک شنبه به فرماندار تگزاس در بازدید از مرز ایالات متحده و مکزیک در تگزاس پیوست و قول داد که در صورت پیروزی در انتخابات سرکوب ماجرت غیرقانونی رو تمدید کنه ترامپ در روز یک شنبه در تگزاس در کنار فرماندار دا تگزاس کریگ ابوت گفت ما آن مرز را تسخیر خواهیم کرد و آن را به امنترین مرز در تاریخ خود تبدیل خواهیم کرد هدف از این دیدار بررسی موضوع مهاجرت غیرقانونی و امنیت مرزی بوده امنیت مرزی برای دو سال و نیم موضوع اصلی رای دهندگان جمهوری خواه و رهبران جمهوری خواه و سیاست مداران بوده که منجر به انتقاد شدید از مدیریت بحران توسط دولت بایدن شده اما وقتی در مورد مدیریت بحران حرف میزنن انگار که بحرانی پیش اومده بوده و آنها باید مدیریت میکنن در که این بحران رو دموکرات از عمد ایجاد کردن مگه میشه تا 20 ژانویه مثلا 2021 مهاجرتی نبوده بعد از 21 اینجوری جمعیت سرازیر از قبل از اینکه رای بیارن انقدر اعلام کردن که همه میتونن بیان و مرز و بازه که هنوز پرزیدنت ترامپ در مسند قدرت بود و رئیس جمهور مستقر بود تلویزیون کاروان ها رو نشون میداد که از راه های دور را افتادن مثلا در از مسیر هندوراس پیاده میان که خودشون رو برسونن به آمریکا رو پیرناشون جو بایدن و کامالا هریس رو نوشته بودن یعنی میخوام بگم بحرانی نبوده که پیش بیاد بعد بگن آقا بحران کجا میدونید اگه پرزیدنت ترامپ بود میتونست بهتر هندل کنه چون میگن اینو نه بحران نبود بحران ساختید خودتون ساختید ویدیوهاتون هست که گفتید آقا مرزا باز باید باشه اونها به دنبال رویای آمریکایی دارن میان غیره حالا تحویل بگیرید ترامپ متعهد شده که در صورت انتخاب مجدد بزرگترین تلاش برای اخراج دست جمعی در تاریخ آمریکا را آغاز کنه و ممنوعیت های سفر و برنامه سال 2019 در مکزیک این اتفاقاتی بوده که قبلا هم پرزیدنت ترامپ انجام داده بوده اینو من بسط توضیح بگم که خیلی معتقدن که نه آقا اینا همش شعاره در صد که همه همین دیوارهایی که اون پشت مینه همش کار پرزیدنت ترامپه گفته بله در صد که بیاد ممنوعیت سفر و برنامه سال 2019 در مکزیک بمانید رو دوباره اجرا کنه یه طرحی بودش که هر پرنده که می‌خواست به آمریکا در مکزیک بعد همونجا اتراق میکردن پرونده پرندگی تشکیل میدادن اگر اوکی میشد بعد میگفتن آقا بفهم بیا داخل نه که اینجوری گله بیان و برن پخشن و حلشن تو جامعه حالا بگردن یارو پیدا کنن برنامه که پناهجویان غیر مکزیکی رو که قصد ورود به ایالات متحده از مرز جنوبی دارن رو مجبور میکن در مکزیک منتظر حل و فصل پروندهشون بمونن رئیس جمهور ترامپ متعهد شده که از ورود مهاجرانی که از حماس حمایت میکنند و به ایالات متحده از حمایت میکنن به ایالات متحده جلوگیری کنه و مسئولانی که به تظاهرات طرفدار حماس در اون شرکت میکنند و گفته مسئولانی رو میفرستم به تظاهرات طرفدار حماس و مهاجرانی که علنا از این گروه ترسی حمایت میکنن و بازداشت کنند و اخراج کنن مسئله ای که واقعا هیچ کسی نمیتونه انجام بده مگر اینکه ترامپتون انجام بده یعنی امروز داشتم خبرارو میخوندم حتی ایتالیا الان سرش مونده اسپانیا سرش مونده خیلی از کشور میگن ما چجوری میتونیم چند صد هزار نفر بخوام از اینجا بیرون کنیم بعد کجا بفرستیمشون یه فرودگاه اون برابر بگه آقا خب بیار من تحویل میگیرم دیگه داستان خیلی پیچیده تر از این صحبت هاست مگر اینکه پرزیدنت ترامپ بتونه حرکتی انجام بده در جریان رویدادی در آیووا در ماه اکتبر ترامپ جمعیت گفت که ممنوعیت سفر از کشورهای تحت تاثیر تروریسم مانند لیبی سومالی سوریه و یمن رو افزایش خواهد اگر میخواهید کشور اسرائیل رو از بین ببرید رد صلاحیت میشید اگر از حماس یا ایدئولوژی پشت حماس حمایت کنید رد صلاحیت میشید و اگر کمونیست مارکسیست یا فاشیست باشید باز هم رد صلاحیت میشید هفته گذشته آقای استفان میلر مشاور سابق مهاجرت ترامپ گفت که رئیس جمهور سابق در در صورت انتخاب مجدد یک سرکوب مهاجرت تماشایی رو آغاز خواهد کرد آقای استفان میلر خودشون نماینده کنگره هستن جزو مشاوران بسیار جالب و پر انرژی پرزیدنت ترامپ بودشون موقع آقای میلر به نیویورک تایمز گفته هر فعالی که کوچکترین شک به عزم رئیس جمهور ترامپ داشته باشه مرتکب خطای فاحشی میشه ترامپ زرادخانه عظیم قدرت های فدرال رو برای اجرای تماشای تیرین سرکوب مهاجرت آغاز خواهد کرد فعالان قانونی مهاجرت نمی چه اتفاقی داره می‌افته. خیلی باحال و خیلی شیرین گفته برای اینکه شعاره که چپا میدن و دانه که نه آقا بیادم ایچ کاری نمیتونه بکنه نمی داره چه اتفاقی می از گرمن اما داده ها از زمان روی کار آمدن بایدن در اول سال 2021 ماموران گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده بیش از 7 میلیون نفر رو که به صورت غیرقانونی وارد ایالات متحده شدند دستگیر کردند جمهوری خان گفتند که افزایش مهاجرت غیرقانونی به دلیل سیاست های دولت بایدنه نظرسنجی همچنین نشون داده که مهاجرت غیرقانونی میتونه شانس انتخابات مجدد بایدن رو کاهش بده یک نظرسنجی از ای نیوز و واشنگتن پست در ماه گذشته نشون داد که 71 درصد از آمریکایی‌ها از نحوه برخورد دولت با مهاجرت یا مرزها راضی نیستند نظرسنجی دانشکده حقوق مارکویت از رایدندگان ثبت نام شده در اواخر سپتامبر این نظرسنجی انجام شده و نشون میده که ترامپ 24 امتیاز نسبت به بایدن در رسیدگی به مسائل مهاجرت و امنیت مرزی یا 52 درصد به 28 درصد بهتر بگیم برتری داره مردم آمریکا اون اعتمادی که به ترامپ در حل این مشکل دارن رو به هیچ کس دیگه ندارن چون ثمرش رو دیدن اما در مورد رفتن ترامپ به تگزاس صحبت کردیم بعضی از کارهایی که ترامپ میکنه یه فروتنی خیلی خاصی داره یعنی بعضی از کاری که میکنه شما در هیچ رئیس جمهوری نمیبینید یه چیز عجیب و غریبه در بعضی موارد بسیار انسان معمولیه و در بعضی موارد که لازمه غروری داره که اصلا شما می آدم به این مغروری چجوری میتونه انقدر مغرور باشه قبلا در دوره خودش هم اتفاق افتاده بود مثلا زمانی که ترامپ به کلیسا میرفت موقعی که اون ظرف رو رد میکنن تا همه کمک کنن معمولا از جلوی رئیس جمهور گازشو میگیرن می ترامپ تنها رئیس بود که برای اولین بار از تو کیف جیب شخصی خودش پول درورد داخل اون انداخت و این موقع هم صدا خیلی سر این قضیه در اومد که از همچیزی تا سابقه نداشته یعنی این کاسه سره چمون نمیدونه جل اوباما اگر هم سوت میزد برای اینکه رئیس که دستم کنه تو جیبش پول در بیاره ولی ترامپ کار انجام داده بود یا بعضی از نشستهایی که بعدا فیلماش اومد به بچه سندرم دانی داشت و غیره که اصلا آدم وقتی فیلم میدی تحت تاثیر قرار می گرفت دو اخلاق خیلی جالب داره ترامپ یکی اینکه معمولا وقتی جای میره رالی آدمایی که باهاش میان به یک رستورانی یا به یک پیتزا فروش مثلا همه رو مهمون میکنه یکی از چیزای جالبش هم اینه که چند وقت پیش داشتم در موردش میخونم ترامپ خیلی مکدونالد دوست داره یعنی بر اساس بر برعکس خیلی از آدم پولداری که سعی میکنن مثلا غذا خیلی لاکچری بخورن و غیره برای اینکه ترامپ اون نزدیکی رو با قشر کارگر و طبقه معمولی جامعه خیلی نزدیک داره بعضی بز... مواقع تو مسافرتاش غذاهایی که میخوره دقیقا غذای که همون کارگر میره میخوره میره مکدونالد دو تا ساندویچ میگیره یا میره مثلا دومینو پیتزا میگیره ترامپ هم همین واسه خودش استاد کرده و میره یه کار دیگه هم که میکنه خب میدونی ترامپ واقعا به معنای واقعی عاشق ارتش آمریکاست و عاشق سربازا و نیروهای ارتشه برای همینم خیلی خدمت کرد تو اون چند سالی که چهار سالی که بودش ارتش رو بازسازی کرد حقوقا رو برد بالا اتفاقات خیلی خوبی رو زد و هر موقع وقتی جایی میره به ارتشی ها سر میزنه و یکی از نکات جالب اینه که نمیدونم چه جوری این معمولا. رسم ایرانیاست که میرن بالای دیگه غذا وای میسن اما پرزیدنت ترامپ هم این کار رو زیاد انجام میده اگه دقت کنید غذا داره توضیح میکنه غذا داره سرو میکنه رئیس جمهور دیگر من واقعا حضور ذهن ندارم که اومده باشن اگر اومده باشن میرن یه جایی میشینن باز خودشون کرواتشون تا نشه ولی این حالتی که پرزیدنت ترامپ وای, وای ساده تو صفی که در کنار بقیه داره غذا تقسیم میکنه آدم یاد این محرم و اینا تو تهران میافتادش که مثلا بزرگ خاندان یا هیئت اصلی میرفت بالای دیگه و اینا اینجا جالبه رئیس جمهور سابق ایالات متحده داره با دست خودش تک تک قضا به حال دخل و تصرف میکنه مظرم که اثر و آثارش تو تمام ظرف قضا هست انسان بسیار بسیار شریف و مهربونیه اما بایدن داستان جشن تولد 81 سالگیش هم خیلی سر و صدا پا کرده گفتن قرار خیلی بی سر و صدا هم برگزار بکنن به گزارش نیویورک تایمز جوک بایدن رئیس جمهور آمریکا هیچ برنامه‌ای برای برگزاری جشن تولد عمومی مجلل نداره حتی در شرایطی که دموکرات‌ها به دنبال راهبردی برای کاهش نگرانی رای در مورد سن دو تا انتخابات سال آینده یا خب اصلا یک کار کنید عکس مکس شمع نیاد بیرون اصلا داستانو تابلو نکنید چون معمولا تولد رئیس رو خیلی حالا پر تمطراق میگیرن آدمای زیادی دعوت میکنن فلان و کیک و حبیب افتاد تو جوب و اینا رو براش میخونن ولی در مورد بایدن گفتن آقا نکنید این کارا رو اوضاع خیلی خیته برای بایدن که روز دوشنبه 81 دو, دو ساله شده یک تولد دیگر ممکنه مسئولیت بیشتری رو به همراه داشته باشه تا شادی و یک یادآور یادواری بیشتر از سن او به رای دهندگان ارائه که پیشا پیش بدبین هستن این کیک نمادین که آن روز دوشنبه براش فوت کردن تا اون کیک اصلی بیاد خیلی از کاربرای آمریکایی اومده بود در روی این کیک نوشته بودن یو اس ای گفته این آمریکاست که اینجوری داره آتیش میگیره خیلی جالب هم اصلا ده... نمیدونم چند تا شم رو اینه 81 شم بغلم احتمالاً خیلی زیاد بوده که همچین شعله ای داده آدم احساس کنه کوره آجرپزی رو روشن کردن و خلاف سایر رؤسای جم... رؤسای جم... جمهور که تولدا رو با رویدادهای سیاسی مجلل جشن گرفتن بایدن قصد داره اواخر این هفته به طور خصوصی با خانواده خود در نانتاکت مراسم تولد بی سرا صدای رو برگزار کنه احتمالم داره که رقص چاقوش رو بتن به خانم کریم آقمنگل به خاطر اینکه کسی دیگه فعلا نمه نیست بهترین هدیه تولدی که محسنترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا میتونستش امیدوار باشه استراتژی کاهش نگرانی های رای اما به سختی میتوان یه یعنی همچین چیزی رو به دست آورد اینو گذاشتم که ببینید رئیس جمهور شلمغز آمریکا داره باسته داره واسه بو قلمونه اف میاد اینجا بایدن و تیمش این رویکرد رو اتخاذ کردن مبنی بر اینکه سوابق او در قانونگذاری داخلی و رهبری بین المللی باید هر گونه نگرانی در مورد سن رو برطرف کنه اگرچه نظر سنجا به طور مداوم نشون میده که این استدلال قابل کننده نبوده حداقل تا الان که جواب نداده یعنی به جای اینکه بیان به سنش بپردازن در مورد این صحبت کنن که آقا در هزار سال گذشته که ایشون با آقای جنتی زندگی کرده چقدر کارهای مثبتی در قانونگذاری داخلی و رهبری بین المللی انجام داده اونم در مورد رئیس جمهور داریم صحبت میکنن که همین الان پسرش رو استیزاه کردن مداره که مایشی تیل گرفتن زیر میزیش اومده داستان بسیار پیچیده است برای هر کسی که استراتژیست بایدن باشه که بخواد این رو یه جوری جمع بکنه وسط همین افتادن همین بغلمونه بوده که یهو گذاشته همه خبرنگار همه هم موندن داستان چی شده برخی از دموکرات‌ها از, از جمله برخی از مقامات فعلی و سابق دولت گفتن که کارکنان بایدن, بایدن باید از رفتار با اون مانند پیرامردی که به اعتماد ندارن دست بردارن اجازه بدن او بیشتر با مردم و خبرنگاران تعامل داشته باشه دو تا روی رو کرده مختلف آخه این قیافه رو شما نگاه کنید معلومه هرجی رد میشه اصلا نشناسنش هم میگن آقا بین برای یارو بخوره به تلون بیفته ترک برمیداره یه سری میگن خیلی باید مواظبش باشن سر اون برخوردم که با اون کیسه شنه داشت گیر داده بودن که آقا تیم بایدن باید قبلا میرفته نگاه میکرد آقا زمین صافه مشکلی هست نیست که موقع بایدن مثلا اونجا نخوره زمین کمکاری از اونا بوده میگم بعد دور بگیرید حواستون باشه که نخوره زمین سوتی نده بعضی هم میگن که رئیس جمهور باید برای نشون دادن نشاط خودش بیشتر در مسیر مبارزات انتخاباتی شرکت کنه میدونید که الان کلا سخنرانی های بایدن هم ماهی یه دونه اگه بشه سوال هم که اصلا نداره با مردم گفتن آقا بجن که بیاد و سنده سن رو بپیچونید سعی کنید از تنز بیشتری برای خونسا کردن موضوع استفاده کنه به سن سال خودش بباله یعنی مثلا طرف به سن خودش شوخی کنه که مردم که شما وقتی با نقطه ضعف خودتون شوخی کنید مردم دیگه به اون نمیپردازن چون میگه آقا یارو این خیالش نیست دیگه با این حال برخی دیگر گفتن که او باید حتی بیشتر مورد محافظت قرار بگیره به او زمان بیشتری برای استراحت داده بشه و بسیاری از سفرهای بین‌المللی خسته کننده رو نفرستنش خب آقا چه کاریه دیگه اگه قبلش همه این کارا رو که میگین بکنید دیگه رئیس جمهور نمیمونه که یارو رفته نشست ناتو گفت من شام نمیام خوابم میاد رفته گرفته خوابیده <applause> دیگه چیزی از رئیس جمهور دیگه نمیمونه اگرچه برخی از این موارد متناقضن ممکنه به این دلیل باشه که پاسخ آسونی وجود نداره یکی از کارهایی که کاخ سفید نمیتونه انجام بده اینه که بتونه سن بایدن رو کم کنه در نظر سنجی اخیر نیویورک تایمز کالج سینا در ایالت های میدان نبرد 71 درصد گفتن که بایدن برای رئیس جمهور شدن بیش از حد پیره از جمله 54 درصد از حامیان خودش در مقابل 39 درصد که این مورد رو در مورد ترامپ گفتن یعنی 54 71 درصد گفتن بایدن خیلی پیر 39 درصد ترامپ اما این داستان سر دراز داره و بعید نیست که میگن بعد از این تعطیلات ممکنه بایدن اعلام کنه بگه من نیستم حالا هنوز اه با همش در حد حدس و هایی که میاد با توجه به نتیجه نظرسنجی و غیره که امروز بررسی میکنیم میگن احتمال داره بعد شارگوشه دفتر بیزی رو ببوسه و بگه آقا من دور بعدی نیستم بریم این ویدیو جالب از پیتر دوسی ببینیم فکر کنم یه سری از هم همینجا جواب بگیریم so بله امروز پرزنت بایدن دوشنبه هشت و دو یک ساله شد قادرت ویدیو دیشب اون اومده من امروز برای شما آوردم و همچنین که این سنش به حال دقدقه واسه رای دندگان هم تو که میبینید نظرسنجیاش هم داره همینجوری اعدادش رو به پایین میره من چیز در مورد مسئله نشنیدم پیتر دوسی قرار جزیاتش رو ما بگی الان به ما ملحق میشه state told reading wrong. دو هفته پیش بود که وقتی از پرزیدنت بایدن پرسیدم که چرا در نظرسنجی و در ایالت های نبرد شما پشت سر ترامپین و ازش عقب افتادید پرزیدنت بایدن به من گفتش که من دارم نتایج نظرسنجی ها رو اشتباه میخونم the polls have away from him. البته بعدش نظر شروع شد با فاصله فاصله انداختن بین بایدن و ترامپ یعنی ترامپ بیشتر جلو افتاد بایدن بیشتر عقب افتاد head, uh, head head. Biden Biden نگاه کنید به این نظر خود ام بی که در یک رویارویی روی مستقیم فرضی بین ترامپ و بایدن میبینید که بایدن با دو امتیاز عقب افتاده Then you look at the presidential preference among voters aged 18 to 34, Trump is leading Biden 46 to 42. این نظرسنجی در مورد شرکت کننده‌ای در انتخاب بین 18 تا 34 ساله که 46 درصد گفتن به بایدن رأی میدین و 42 درصد به بخش 46 درصد گفتن به ترامپ رأی میدیم و 42 درصد به بایدن And then Biden's job approval among independents down it just 30% the disapproval number 63% in that NBC poll. بله و اگر نگاه بکنید به درصد مقبولیت شغلی که بایدن بین مستقله بر جای گذاشته میبینید به سی درصد رسیده و 63 و درصد هم از کارش اصلا راضی نیستن polls, ما اینو میدونیم که در نظرسنجی مختلف تقریبا سه چهار روم رای دندگان در مورد سن بایدن صحبت کردن و رای که دادن این بوده که این سن برای اونها مشکل سازه این حالا مشکلت تازه میتونیم بگیم که اوضاعش خیلی بدتر شده حالا داره با مثال میگه که طرف چه سنش بالاست میگه اون روزی که اون به دنیا اومدش سالی که اون به دنیا اومد جنگ جهانی دوم در حال شکلگیری بود کاسابلانکا بلانکا premiering home, بله, موقع داشت شکل می گرفت و متوسط قیمت یک مسکن در آمریکا 3770 دلار بود. That's دلار بود. قیمت متوسط یک گالون بنزین هم 20 سنت بود. بله و حالا یه رویداد دیگه ای رو داره در آمریکا میگه که بهش خیلی نمیپردازیم به خاطر اینکه باید حالا یه داستان رو تعریف کنیم ولی کلیتش نه همون سالی که کریسمس سفید توسط بین کرازبی آغاز به کار کرد که حالا

بایدن یک مشکل کاملا مشروع برای دموکرات ها ماهاست که داره بعد رو میگه و الان پرزیدنت بایدن مرتب داره به اکسلرود رود با این لقبی اشاره میکنه کسی که بهش کمک کرد تا به عنوان معاون رئیس جمهور رئی اون زمان تا انتخاب بشه میگه این یارو عشق دیده شدن داره In the New York جواب داد اکثر رو در نیویورک تایمز رو ت برای مهم نیست که اونو به من چه لقبه میدن فقط امیدوارم که اونو فکر نکنن نظر سنج و اشتباه به خاطر که اونا اشتباه نیست و دارن واقعیت رو برام میکنن بعدم گفته آقا اگر کسی توسط این رئیس جمهور عشق دیده شدن خطاب بشه دنیا پایان نمیرسه میگه قبلا هم خیلی مشهور کمی رئیس جمهور یه لغت و لقب خیلی خیلی بدی برای شما به کار گرفته بودش که مادر شما رو خیلی خیلی ناراحت کرده بود میدونید که بایدن فوش مادر داده بود یه کنفرانس یه سوال سختی رو یک دوبار پرسید پیتر دوسی بعد بگش که عجب تو آدم مادر به خطایی هست یعنی دقیقش رو گفت من دارم اینجوری میگم حالا جالب که وسط مادم که آقا خب طرف یادت باشه اتفاقا یه بارم به شما فاش مادر داده بود مادرت خیلی ناراحت شده بود قیافه پیتر دوسی رو ببینید پیتر uh, Peter, it was brilliant in putting together what happened the year that Joe Biden was born because پیتر خیلی کار قشنگی بود که اومدی گفتی در اون سالی که بایدن به دنیا اومده بود چه اتفاقاتی افتاده بود و خاطر اینکه خیلی وقت پیش بوده آره بنزین 20 سنت Yeah, and especially now, young voters things are expensive. جالب که الان رای جدیدی که صدای اینو میشنون و خیلی میشنون که میگه آقا روزای خوبه گذشته همون کسایی که الان دست و پنجهشون واقعا سخت شده انقدر دارن تلاش میکنن تا بتونن یه دونه خونه بخرن نمیتونن بخرن چون خیلی خیلی گرونه و بهرهای بانکی هم خیلی رفته بالا حالا so این وسط شل برانکیل بران کیل میده ببینیم میگه در ما الان تلویزیون رنگی داریم <laughs> well, things that young voters that basically people who are not in their 80s have a hard time connecting with and that that would be a big part of the reason why الان خیلی سعی میکنن در مورد این مسائل صحبت کنن که پرزیدنت بایدن در مورد دغدغه جوانان و نوجوانان صحبت میکنه ولی فکر کنم منظور اونا در رابطه با کسایی که الان هنوز تو دهه 80 سالگیشون نیستن بخاطر اینکه خیلی سخت پرزیدنت بایدن بتونه با اونا ارتباط برقرار کنه اصلا نشدنیه و این یه دلیل بسیار زیادیه که چرا این اتفاق داره اینجوری میفته. قرار یه کیک بزرگ براش بیارن واسش بخونن منظور بخونن همون هپی گفت تو جو معروف هپی تو بعدش قرار بره اون بوغلمونا رو عفو کنه که انجام داد حالا دیگه بقیه داستان خیلی مهم نیست فقط مسئله اصلی که می‌خواستم بگم همین آیتی که داریدم داره جالبه داره بزن بگم بله قرار به دوتا قلمنا رو عف کنه بعد میخوام بزنن به جاده یک هفته برن به نانتاکت حالا نانتاکت یه محله اما در این همه داستان های اسرائیل هموس و این همه فشاره که رو آمریکاست آزادی گرگان و غیره رشمور یک هفته تولدش میخواد بره میگن <میارو> بعد بره آروم بگیره یه بغل The Wall Street Journal گفته با توجه به سن بایدن و حالا تمام مواردی که سعی میکنن ندیده بگیرن این کاندیداتوری در انتخابات مجدد یک عمل ذاتاً خودخواهانه است که توسط بایدن داره انجام میشه خودخواهانه قرار همین هفته مثلا به خانوادهش بره اونجا خانوادش دور شمشم بگن که عموجو جو بیخیال شد یه وقت تعطیل کردن داستانه میگه so you you're suggesting an intervention. Yeah. داری پیشنهاد که مداخله انجام بدن مداخله یا اینترونشن یه چیزیه که تو ایران به این شکل معدبانه نداریم ما بیشتر ازش به فضولی یاد میشه یه نفر یه مشکلی داره بقیه روشون نمیشه بگن معمولا عزیزای طرف جمع میشن تو خونه یا اون کسی که رو قبول دارن میگن بیاد همه جمع میشن دیگه رسما وقتی یارو میاد میگن آقا اینترونشن قرار در مورد مشکل شما بشینیم صحبت کن میشن نصیحتش میکنن تو ایران معمولا اینه که یه ریش سفید فامیلو میوردن ولی تو آمریکا معمولا دوستا و نزدیکان طرف میان جمع میشن یعنی ممکنه تو اینترونشن فقط سه تا چهار تا دوستای صمیمیش باشن ممکنه نه پدرش باشه نه مادرش نه بزرگ فامیل oh, مشکل اصلی با خانواده بایدن اینه که اونا عاشق اینن که خانواده اول آمریکا باشن یعنی اونا هیچ مداخله را انجام بدن میگه آدمایی که دورو و همه عاشق اینن که با, فر... با رئیس جمهور آمریکا ارتباط دارن یا مثلا پوز بدن که دوست خانواده رئیس جمهور آمریکا برای هم ایشکی نمیاد بگه آقا الان وقتش دیگه بی خیال شو حالا دو تا چیز خیلی با مزم گفته بودن در مورد این اتفاقی چی کار بکنن واقعا دو تا استراتژی که در موردش صحبت شده بود یکی که اومده بودن گفتن آقا بهترین کار اینه که از این لباساتن بایدن کنیم که اروری افتاد چیزیش نشه یه دم بودن در مورد یه اصطلاح استلاح ب... اصطلاحی به کار برده بودن که بابل رپش کنن بابل رپ من نمیدونم که به فارسی چی میشه تو ایران هم که بودیم گفتیم از این پلاستیک تخت ها خلاصه میگن یعنی یه جورایی زیر لباسش یه چیزی بذارن که یه رو افتاد چون اگر بایدن بخوره زمین و یه جوری بخوره که نباید بخوره ممکنه دیگه هیچ موقع بلند نشه یعنی همونجا خاتمه ریاست جمهوری باشه کاملا هریس بیاد بالا که همشون خودشون مثل سگ از کاملا هریس وحشت دارن اما پزشک سابق کاخ سفید گفته بایدن توانایی شناختی برای یک دوره رئیس جمهوری دیگر نداره توانایی شناختی یعنی که شما چشمتو که باز میکنی بدونی الان کجایی یعنی که از در جایی وارد جای دیگه میشی یادت نره که الان کجا اومدی و کلا هوش و حواست سر جاش باشه میگن توانایی شناختی پزشک سابقه, سابقه کاخ سفید برای رئیسای جمهور اوباما و ترامپ یه خودش نکته جالب داره میخوام بگم ببینید وقتی که شما حالا شما که میگم شما این نوعی. وقتی ترامپ میره در کاخ سفید قرار میگیره اینجوری نبوده که از A تا Z همه رو اخراج کنه خب پزشک کاخ سفید برای چی باید اخراج کنه حالا دوره اوباما بوده پزشک دیگه دوره منم باشه ولی بایدن اومد بلا فاصله عوض کرد بلا فاصله عوض کرد به خاطر حالا من یادم رفت اینو برای شما بیارم اگر ندیدید عکسشو ببینید من فکر کنم کاملا متوجه میشید علت چی بوده عوض کرده برای اینکه مشکل سلامتی که داره یه چیز کاملا مشخصه و دوست داشتش که کسی بیارن که بتونن سوارش بشن کسی بیارن که بتونن ازش بخوان اون چیزی که اینا میگن تایید و تصویب بکنه سر همین داستان بودش که عوض کردن و این آدمی که اووردن و شما نگاه کنید میگه آقا این آدمه اگر تزریقات چیه سر کوچمون هم باشه من دو سانتم شلوارمو نمیدم با رو آمپول بزنه با توجه به حالا تفاوتی که بین پزشک قبلی که حالا اینجا تو مصاحبه دارید عکسش رو می‌بینید جلوتر داریم ازش میاریم با پزشک فعلی بایدن ایشون پزشک فعلی بایدن نه کلا از لحاظ که میخوام بگیم چون قد و قوارش کوتاهه بلکه از لحاظ ظاهری خیلی بنده خدا نزدیک سندروم دانیاس و چرا اصلا قبلی اخراج شده خودش خیلی سواله و چی شد که ایشون رو انتخاب کردن بذارن این هم خودش داستان مفصل دیگه ایه. ولی به هر حال در دوره بایدن در دوره ترامپ ترامپ همون دکتر قبلی که بود همون دکتر باقی موند ایشون آقای جکسون گفته مدت زیادی که دارم میگم زمانی که جو بایدن نامزد انتخابات شد گفتم که فکر نمی کنم او توانایی شناختی برای انجام این کار رو داشته باشه علاوه بر این جکسون تایید کرد که بایدن در سه سال گذشته رو به زوال رفته جکسون گفت من فکر میکنم فقدان توانایی فیزیکی و زوال جسمانی و الان شروع به برجسته کردن زوال شناختی کرده که ما مدت هاست شاهدش بودیم این بسته است که در سراسر سر جهان فروخته نمیشه منظور از بسته است یعنی میگه آقا این خالی که شام میبندید اینکه این آدم رو ای آدم قوی و خیلی مقتدر جا بزنید اینو کسی نمیخره و در حال تبدیل شدن به یک موضوع امنیت ملی برای ماست ما باید کاری در مورد اون انجام بدیم در هفته های اخیر دموکرات از جمله دیوید اکسل رود مشاور سابق اوباما و بیل مار مجری شبکه اچ پی در مورد ادامه حضور بایدن در انتخابات مجدد خود تردید ایجاد کردند جکسون از تجربه خود به عنوان پزشک کاخ سفید گفت که شغل رئیس جمهور برای بایدن بسیار سخته جکسون به مجری برنامه استیو دورسی از شبکه فاکس نیوز گفت و اصلا نمیتونه این کار رو انجام بده جکسون به شوخی گفت دستیاران بایدن بعد اون رو متقاعد کنن که او در پایان دوره دوم ریاست جمهوری خودشه یعنی بگن آقا تو اولی که رفتی چی دومی رفتی الان دور دوم داره تموم میشه بعدش یاد بری خونه اما نظرسنجی که اومده بیرون یکی از زیباتریناش این نظرسنجی MSNBC که براتون میذارم برای اینکه از بین تمام نظرسنجی که الان شاهدش بودیم مجری برنامه میگیم برای نخستین بار این اتفاق افتاده دونالد ترامپ wow. 46% Biden 44% Trump با 46 درصد و بایدن با, با 44 درصد. And this is significant, significant. Yeah. این خیلی مهمه چون اولین بار در نظرسنجی های ماست یعنی این نظرسنجی خودشون انجام دادن نه برای جای دیگه اولین بار در تاریخ که پرزیدنت بایدن به باید درصد قابل توجه عقب, عقب افتاده از پرزیدنت ترامپ حالا میگه این درصد درسته که تو اون درصد آزمون و خطا است مثلا میگن آقا این نظرسنجی دو درصد ممکن مثلا خطا داشته باشه میگه ولی با این حال هم عدد عدد بسیار مهمیه 2019 2020 when Trump president trailed all of them this year he's trailed all our poll first time more than dozen polls we've seen result like this other... میگه موقعی که با پرزیدنت ترامپ در مناظره و غیره بودش همه نظرسنجی رو گرفت امسال هم همینطور ولی الان داستان عوض شده دقیقا در جانویه 39 درصد نسبت به بایدن مثبت بودن و 32 درصد نسبت به ترامپ اونم که منفی بودن نسبت به بایدن 46 درصد بودن و نسبت به ترامپ 53 درصد At the start of this year, 39% said they had a positive view of Biden, barely 30 of Trump. We've seen consistently a gap like this. Now, the gap is gone. میگه این فاصله که اینجا میدیدیم که صورت ثابت بود الان دیگه این فاصله رفته و الان ببینید مثبت بایدن 3 درصد کم شده شده 36 منفی شده 53 برای پرزنت ترامپ مثبت شده 36 درصد رفته بالا و منفی شده دو یک درصد کم شده و الان میبینید که هم مثبت پرزیدنت بایدن کم تره و هم رأی منفیش بیشتره یا ترامپ بگیم ترامپ هم درصد مثبتش یکیه باش ولی درصد منفیش یک درصد کمتر یعنی مردم مردم کمتری هستن که نمیخوان ترامپ 36 positive on both, and actually Biden one point more negative than Trump. That's been a significant advantage for Biden. Our poll says that advantage, at least for now, may be gone. And we talked about younger voters on forum policy, and it's true on a host of other topics. Disaffected with Joe Biden, we have 46% for Trump, 42% for Biden. تاک مشخص 46 درصد می به ترامپ را میدیم و 42 درصد به بایدن and Among the youngest voters the youngest voters in the 2020 election were Biden plus 26 this could be a massive sea change علاوه میگه که برای رای دهنده های بالای 26 سال هم یک تغییر بسیار اساسی شاهد خواهیم بود and if you take a look here too all, everybody sort of says hey i'm not too nuts <laughs> about the possibility of this matchup so we said let's measure this one چیزی که دارم میگم قاطی نکنید به خاطر رو گفتنش ولی اگر نگاه کنید به تصویر کلی 48 درصد اینجا اگر دقت کنید جمهوری خواهان و 37 درصد بایدن اون 46 درصد دموکرات و 40 درصد بایدن انتخابات داخل حزبی جن... نتیجهش به این صورت خواهد شد against آ این بین اینه این که بایدن بشه یه جمهوری خواه بشه اصلا آدمش مهم نیست بین اینه که بایدن انتخاب بشه یا هر کسی از حزب جمهوری خواه 48 درصد گفتن هر کی میخواد باشه باشه از جمهوری خواه باشه ولی بایدن نباشه and look at this he goes from being in a, a dog fight with Trump to being double digits behind but then flip it around Trump against an unnamed این طرف اینکه ترامپ باشه یا یک دموکرات هر کی میخواد باشه درصد این بر شده 46 با اون شده Trump fascinating look at the state of با توجه به اینکه کمتر از یک سال به انتخابات مونده، نتایجی که داریم میبینیم نتایج خیلی خارق‌العاده ایه بعد از این بابا هم تشکر میکنی حتی در CNN هم در مورد صحبت شد. بزرگترین بحثی که ما در بین کاندیداهای غیر از ترامپ می‌بینیم اینه که هیچ کدومشون نمی‌تونن پیروز بشن، هیچ کدومشون نمی‌تونن از ترامپ جلو بزنن. الان میگه در نیو همشایر با این نظرسنجی که انجام شده، مطلب تایید میشه. Donald Trump back in September, 51% of likely Republican primary voters said he had the best chance of winning a general election. That's now up to 57%. So he's up six points on electability. Now you see, Haley's made progress on electability too. She's up five. DeSantis, way down on this score. He's down 11 points on being. همونطور که میبینید نیکیلی 5 درصد درصدش رفته بالا راندی سانتس با این همه شعار و این همه هزینه و غیره از 16 درصد شده 5 درصد یعنی 9 درصد اومده پایین اگر که دقت کنید پایین ویوک هم 3 درصد بوده شده 5 درصد کریس کریسیسی 7 درصد بوده شده 3 درصد اسکات هم که دیگه رفت بیرون مارک پنسی هم که دیگه وجود نداره نکته اصلیش اینه که هیچ امیدی ندارن دموکرات میگن اگر که جمهوری خواه باشن قطعا ترامپ یعنی گزینه دومی نمیتونن فکر کنن چون اختلاف زمین تا آسمان آره درسته که این برای نیو همشایر بود ولی در کلیش تقریبا به همین صورت هستش اما در ساعتی که خبر پیروز جایی نخوندید اینو بهتون بگم مهم اونم اینه که دادگاه فانی و اتفاقاتی که در نهایه فولتون افتاده در پرونده فانی ویلیس از دادگاه از قاضی اسکات مک افی خواست تاریخ محاکمه ترامپ و همدستاش در پرونده مداخله در انتخابات جورجیا رو برای 5 آگوست در سال 2024 تعیین کنه این بدین معنی که در صورت تایید محاکمه بعد از انتخابات مقدماتی جمهوری خان و تنها سه ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2024 برگزار میشه از 5 آگوست 2024 تا سه شنبه 5 نوامبر 2024 زمانی که انتخابات رئیس جمهور در آمریکا برگزار میشه فقط 92 روز باقی مونده این به این که اگر ترامپ در تر انتخابات مقدماتی جمهور خواهان پیروز بشته که طبق نظرسنجی اینا قطعا همین میشه هفته های یا ماه ها که بعد بره مبارزات انتخاباتی بکنه به جمه بره دادگاه بشینه که فراموش کردید ویلیس در ابتدا به دنبال محاکمه همه 19 نفر متهم پرونده با هم بود سیر که خیلی خوبی در درست کنه حلقه آتیش درست کنه شلاغ آتیش بپرند که قاضی گفتم چیز شدنی نیست و داستان <laughs> کلا عوض شد حالا درخواستی <laughs> که کرده اینه که به زمان دادگاه رو بتونه در این زمان خاص و بسیار مهم انجام بده م... بعد ببینیم شرایط به صورت میشه در نهایت اگه تشکیل بشه من فکر کنم ترامپ اگر چالشش با بایدن بشه مشکلی نخواهد داشت موضوع فنگ کنم فکر کنم اون موقع محبوبیت بیشتر هم خواهد شد وضعیتی در آمریکا هست که الان این وضعیت اینقدر اذیت کننده و اینقدر ناراحت کننده است که همه فقط منتظر میگن یعنی آقا ترامپ بیاد تا بتونه این چپا رو جادو کنه جارو کنه در حقیقت این افرادی که دیگه میرن دزدی سرقت و اینا دیگه حتی لازم نمیدونن بخون صورتهاشون رو بپوشونن ببین یارو چه جوری داره فله‌ای دزدی میکنه میبره و چقدر کاسبا و مغازه داره که اصلا اینجا آسیب میبینن و ضرر میکنن من فکر میکنم اگر صاحب مغازه ایرانی بود شده بود اینا رو بکشه نمیذاشت اینجوری از در مغازه برن بیرون با اون هیکل مثل خرسش یا یعنی که ببینید پلیس چقدر مظلوم شده که میان اینجوری پلیس رو به مسخره و مزحکه میکشن و اون بغل مجبور دست به سینه وایسه تماشا کنه که اینا دارن چه حرکتی با ماشین پلیس در میارن اه... نمیدونم من فکر میکنم که جای خیلی از اتفاقات آمریکا عوض شده و اگر قرار باشه به جای درستی برسه اول از همه بعد اون سر اون نوک قله اون نفر اول هرم باید یه درست حسابی بیاد تا همه چیز برای ش... شکل و رنگ واقعی بگیره الان وقتی آمریکا رو نگاه میکنیم فکر میکنیم یه فیلم جنایی در هفتاد نگاه میکنیم از اونجا که پلیس همه یا بی بخورن یا آلودن هیچ کی نمیخواد کار درست انجام بده اصلا یه عجیب و غریبیه اما ممنونم که این اخبار با من دنبال کردید اگر که لایک بزنید ممنون میشن لطف کنید سابسکرایب کنید در این کانال تلاش این اخبار رو برای شما بیارم که جای دیگه پوشش نمیدن سپاسگزار میشم اگه کانال رو به دوستان و معرفی کنید تا وعده بعدی خبریمون خدا نگهدار